سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز با یک آموزش کاربردی جدید در خدمت شما هستم. امیدوارم این آموزش امروز به درد دوستانی بخوره که میخوان فکس بفرستن. در آموزش های قبل من به شما نحوه کسب درآمد از طریق سایت های مختلف رو بهتون یاد دادم و حتی آموزش های دیگری که برای استفاده عموم بود. میتونید از این آموزش ها حتما استفاده بکنید که اینجا آموزش های مختلفی رو من در اختیارتون قرار دادم. ازتون دعوت میکنم لطفا کانال من محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و اون گزینه زنگوله رو هم حتما کنارش بعد از اینکه سابسکرایب کردید میاد اونو فشار بدید تا در جریان جدیدترین ویدیوها زودتر از سایرین قرار بگیرید. امروز در مورد دو تا وبسایت میخوام باهاتون صحبت بکنم و یک سرویس که برای دوستان در ایران منتها اون رو در یک آموزش بعد بهتون توضیحات رو میدم. اما امروز این دو تا سیستمی که به شما معرفی میکنم دو تا وبسایت انگلیسی زبانن و برای استفاده در سرتاسر دنیا قابل استفاده است. سایت اول pdf24.org فکس میفرسته، شما فایل pdf تون رو میتونید به هر اشکالی آماده بکنید و بعد با یه ثبت نام رایگان توی این وبسایت میتونید فکس خودتون رو ارسال بکنید. میبینید که من قبلا ثبت نام کردم، اینجا اسم من رو نوشته هلو محمود و اینجا شما میتونید این گزینه ریجستر فور فری رو کلیک بکنید و عضو بشید داخل این سیستم. امکاناتی که این سیستم در اختیارتون قرار میده ارسال فکس هست. 5 صفحه رایگان در اختیارتون قرار میده، شما میتونید 5 صفحه رو راحت با یک نوبت فکس فرستادن استفاده بکنید و ازش کاربردش رو ببینید به چه شکلیه. ارزم به حضورتون که داده های شما رو هم اینجا نگهداری میکنه. فکسی که میفرستید به صورت رایگان تا 14 روز نگهداری میکنه. سایر سیستم ها هم بر اساس زمانبندی هایی که داره، مثلا شما اگر بخواید 40 صفحه فکس بفرستید 5 یورو هزینه شه. اما اگر با IP های مختلف و ایمیل های مختلف تو این سایت ثبت نام کنید، خب به ازای هر ایمیلی 5 صفحه راحت میتونید فکستون رو بفرستید و این 5 صفحه 100% میرسه. من خودم روی یکی از شماره های خارجی تست کردم و فکس رو به راحتی هم دریافت کردم، خیلی هم سریع رسید و گزارشش هم بعد از ثبت نام در اختیار شما قرار میگیره. اینجا بعد از اینکه شما ثبت نام کردید گزینه هایی میاد برای ثبت نام. پلن ها رو شما میتونید اینجا ببینید، همین پلن هایی که انتخاب بود و سند افکس رو که بزنید در صفحه جدید شما فایلتون رو انتخاب میکنید. من مثلا این فایل رو بذارید من بزنم، فایل رو من الان انتخاب کردم، گزینه نیکس فایلتون PDF باشه. بعد از اینکه فایل رو تو کامپیوتر اینجا انتخابش کردید نیکس میزنید، توی صفحه جدید در سمت راست از شما میخواد که داخل این متن رو به هر جایی که میخواد بفرستید اینجا شمارش رو وارد کنید. یادتون باشه حتما از پلاس یا علامت به اضافه برای کشور مورد نظر استفاده بکنید. من اگر قرار باشه فکس رو به این کشور بفرستم گزینه نیکس رو میزنم، در صفحه جدید با این شماره فکس من رو ارسال میکنه. خب هیچ محدودیتی برای من نداره، از یک کشوری هست که اگر من بخوام هدرش و حتی داده های اینفورمیشن رو تغییر بدم باید برم از پلن های پولی استفاده بکنم. اینجا ببینید نوشته 0. بعد از اینکه سنت فکس رو بزنیم این فکس ما شروع میشه به ارسال. خب بعد از اینم که فکس ارسال بشه، خب شما حتما تو ایمیلتون در این زمینه متوجه خواهید شد. آدرس این سایت pdf24.org رو براتون میذارم حتما که بتونید وارد شید. اما سایت بعدی pdf24 فکس هست، حتی اینم همونه رو اسخایی میکنم اشتباه شد. آها این سایته hellofax.com که شما میتونید از طریق این وبسایت بعد از اینکه ثبت نام کردید اینجا فایلتون رو اتش کنید. فایل که اتش بشه اینجا بهتون نشون میده، یا میتونید دراپش کنید، یعنی اینکه از سیستمتون کپی بکنید اینجا پیستش کنید، یعنی که بکشیدش تا اینجا و در اینجا شمارتون رو میتونید وارد بکنید. 312 480 55 81 254. خب این فکسی که من میخوام به این شماره بفرستم، بعد از اینکه فرستادید
اینجا شما اگر اکانتتون پولی باشه میتونید به شماره های مختلفی بفرستید. خب فکس اینجا این دسترسی رو در اختیارتون قرار میده که شما بتونید به راحتی فکس هات رو به شماره های مختلف بفرستید، یا میتونید فایلت رو از جاهای مختلفی که فایل هات رو داری آپلود میکنی مثل گوگل، دراپ باکس یا باکس یا سایر سیستم ها میتونی اینجا آپلود داشته باشی و از طریق اونها فکست رو انتخاب بکنی، محتوات رو انتخاب کنی و بفرستی. خب دکمه سند رو که بزنیم پیجم این فکس ما ارسال میشه. میبینید که من به خاطر اینکه فرستادم اجازه ارسال رو مجدد به من نمیده، اما شما به واسه اینکه فایل رو انتخاب کردید و شماره رو نوشتید و گزینه سند رو بزنید، فایل شما رو ارسالش رو انجام میده. خب سایت های دیگه هم هستن بابت ارسال فکس که شما میتونید یه عبارتی رو به اسم ارسال فکس توی اینترنت سرچ بکنید به انگلیسی یا به زبان های دیگه. سرویس هایی که در اختیارتون قرار میگیره اغلبشون یک دونه تستی رو در اختیارتون قرار میدن. اگر میخواید از یک سیستمی به صورت همیشگی استفاده بکنید و نیازی به تغییر ایمیل یا IP نداشته باشید، پیشنهاد میشه که شما برید یه پلنش رو از سایت ها خرید بکنید و بر اساس اون پلن ها فکس های خودتون رو بفرستید. برای داخل ایران هم این سرویس موجوده که خب هزینه هاش واقعا زیاده، یعنی شما برای استفاده یک ساله از اون سیستم باید حدود 500 هزار تومان پرداخت بکنی برای اینکه بتونی مثلا 100 دونه فکس بفرستید، در حالی که شما توی این سیستم های سایر سیستم ها با هزینه های کمتری میتونید این کار انجام بدید. یعنی شما اون 500 هزار تومان که میخوای ایران هزینه بکنی توی این سیستم ها بخوای خرید بکنی، هولوش مثلا 100 هزار تومان هزینه میکنی، در عوض شما اجازه بدید بهتون بگم 140 تا فکس رو میفرستید، در حالی که توی ایران با 500 هزار تومان میتونی مثلا 100 دونه بفرستی، اینجا با 100 هزار تومان 100 خورده فکس رو به راحتی میتونی ارسال بکنی و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست. پس حتما از این سیستم به این شکل و شمایل استفاده کنید. امیدوارم که بخشی از نیازتون رو برطرف کنه. اونهایی که کارشون بیزینس هست حتما پلن تهیه بکنن تا بتونن مدیریت خوبی روی فکسای ارسالیشون یا حتی فکسایی که دریافت میکنن هم داشته باشن. هیچ محدودیتی توی منطقه جغرافیایی که از این سیستم استفاده میکنید وجود نداره. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز هم فرصتش رو در خدمتتون باشم. لطفا کانال من محمود بیز رو در یوتیوب فالو کنید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون به اشتراک بذارید. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. خدایا رو نگهدارتون.